سلام سلام سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ بریم قسمت دوم این آموزش رو هم ضبط کنیم. خب تا ابروش کشیدم، ولی کلی به ابرو اینا جزئیاتش نداریم فعلا. بریم موهاش رو پیدا کنیم، قسمت وسط پیشونیش. ابروش میاد اینجا، این میشه اینجاها، این اینجا میشه. خورده حجم ابروهاش رو بیشتر کنیم. یه قوس اینجا برمیداره پیشونیش. بعد برمیگرده دوباره این بر. خیلی زاویه زیاد نشه، الان این زاویه زیاد شده. یه خورده عموتر بهتره. یه کم و زیادش کنید بچه ها خودتون با خطوط کم رنگ. خب پیشونیش بلند هست، پیشونی بلنده. اینجاها میگیرم، حدودا اینجاها میگیرم قسمت ریشه موهاش. کاری به این موهاش ندارم فعلا، فقط میخوام این قسمتش رو مشخص کنم. میتونم اینجاش بریم گوشش هم بکشیم. گوش از اینجا اومده، از این قسمت میو بیرون با یه خط زاویه دار، شیب دار میره این قسمته. گوشش هم که گفتیم زاویه داره. ببینم اشتباه نزدم؟ چرا، متاسفانه اشتباه کشیدم. چرا؟ چون گوش از اینجا شروع میشه، یه خورده از قسمت سر میزنه بیرون. همیشه دقت داشته باشه تو نمای سرخ. این هم گوشش. قسمت داخلی هاش هم خواستید بزنید، به این صورت میکشیمش. خب این قسمت رو زدیم، موهاش هم بزنیم. موهاش هم از اینجا شروع میشه، خط صاف. یک، قشنگ یک میاد تا اینجا، دو، یه حجمی بگیره برای خودش. این هم میاد تا اینجا، بیشتر میاد بالا، میاد اینجا تا اینجا هست. این قسمت ریشه موهاش میشه. اینجا خیلی مهمه بچه ها، این فاصله با ابرو رو بسنجید حتما. اینطوری میکشید، این صورت. خب یه اشتباهی من اینجا انجام دادم، نمیدونم کجاش موهاش کشیدم، درست متوجه میشه. یه خورده صورتش کشیده شده، میبینید درستش میکنم. چرا؟ این فکش زیاد اومده این بر، فکر رو میارم اینجا قرار میدم، درست میشه. گوشش هم میارم این برتر، درست میشه. این دیگه خودتون رفع کنید دیگه، اشکالاتتون کاملش که کردید خودش مشخص میشه که کجاها اشتباه هست. حتما با مدلتون مقایسهش کنید. هماش دیگه
قسمت گوشیش هم درست کنیم. حالا خب از اینجا یک، الان درست شد. اینم از گوشش، اینم که کشیدیم. خب یه خورده به چرخونمش همینجوری با هم ببینم کجاهاش اشکال داره. ابروشو پرتر کنیم، قسمت چشمش هم همینطور. موهاش، پف زیر چشمش خوبش، شبیهش شد. هدف شبیه شدنه، فعلا الان شبیه شدن هدف ما هست. پیشونش هم که زدیم، موهاش هم همینطور. اضافی صورتش هم پاک کنید، بینیش هم خوبه. میمونه ریش و سیبیلاش، اینا هم اینجوری باید زده بشه دیگه. حالا این ریشش رو بزنه ببینید چقدر تاثیر داره توی چهره. کوچولو هم میاد اینجا ها. ببینید چقدر تاثیر داره، هر چی بیشتر روش کار کنید کپی خودش میشه دیگه. همینجور ذره ذره تو سایزتون اینا اشکالاتتون رو رفع میکنید، یه دقیقا شبیه خودش میشه. یه خط کوچولو هم اینجا داره، چشمش هم یه سایه بزنیم اینجوری بهتره. این هم چهره لئوناردو دیکاپریو، بیشتر براتون از این چهره ها میکشم چون چهره خیلی کمک میکنه که طراحیتون قوی تر بشه. حالا اگر دوست داشتید، مایل بودید بگید تا سایش هم بزنیم. حالا چه خودکار، مداد یا کنته، یکی از این دوتا رو انتخاب کنید که با هم بریم انجامش بدیم.
یخی هم از اینجا اومده تا اینجا. این هم از این. این هم از یکی از بازیگرهای فوق‌العاده هالیوود. فوق‌العاده است این بشر. این اضافی هم دیگه پاک کنید. اگه مداد تیره ای هم داشتیم میتونید این ریشاش رو تیره تر کنید به این صورت. تیرگی افزایش پیدا کنه اون هم جذابیت خودش رو بیشتر نشون میده. این هم از این. خب این هم از چهره لئوناردو دیکاپریو. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. اگر مایل بودید بگید تا حالا سایه هم بزنیم با هم دیگه. مداد یا خودکار یا کنته. تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.